دوست مشترک ما، نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی، قسمت 84. جورجیانا با لبخندی تسکین‌آمیز گفت: خب شاید چون که من هم شما را به خاطر تفاوتی که با افراد پیرامون من دارید دوست دارم. خانم لامل که نشان می‌داد در این شلوغی با بی‌میلی برمی‌خیزد گفت: ما دوستان واقعی هستیم جورجیانای عزیز، واقعی. شب بخیر دختر جان. این زن طبیعت گوشه‌گیر او را که چشمان خندانش بر وی متمرکز شده بود تحت نفوذ خود درآورده بود، زیرا جورجیانا موقعی که با لحنی اسرارآمیز و نیم بیمناک جوابش را میداد دستش را در دست گرفته بود. وقتی از اینجا رفتید مرا فراموش نکنید، هرچه زودتر باز هم بیایید. شب بخیر. بدرقه کردن آقا و خانم لامل چقدر خوب و فریبنده بود و رفتن تا آخر پله ها چقدر سرورانگیز و شادیاور است. لیکن عبوسی چهره خندان آنها موقعی که هر یک از آن دو در گوشه ای از کالسکه کوچکشان افسرده حال نشستند هیچ فریبندگی نداشت، ولی یقیناً این چهره ای بود که آنها در پشت صحنه داشتند که هیچ کس ندید و حتی در صدد نبود ببیند. بعضی از درشکه‌های بزرگ و سنگین که به شیوه نقاب‌های پودزنب درست شده بودند، هیکل درشت میهمانان سنگین وزن را با خود بردند و آدم‌های نچندان ارجمند هم هر یک به نحوی راهی شدند و بشقاب آقای پودزنب را هم خواباندند. همانطور که آقای پودزنب پشت به بخاری اتاق پذیرایی ایستاده بود و یقه پیراهنش را مانند خروس حقیقی میان مرغ‌های خودش که برای صاف کردن پرهایش خود را می‌تکاند جدا می‌کرد، هیچ چیزی نمی‌توانست او را حیرت‌زده کند، مگر اینکه بگویند میس پودزنب یا هر جوان والا تبار و خوب تربیت شده دیگر دقیقاً نمیتوانست مثل بشقاب کنار گذاشته شود، مانند بشقاب بیرون آورده شود، مثل بشقاب سیغل داده شود و مثل بشقاب شمرده شوند و یا مثل بشقاب وزن و ارزش گذاری نشوند. چون این جوانی در برابر هر چیزی کمتر از بشقاب دچار نوعی تشویش قلبی شود یا چیزی کمتر از بشقاب کسالت آور، یا اینکه افکار شخص چنین جوانی بتواند محدوده شمال، جنوب، شرق و غرب را با بشقاب قیاس کند خیال دوردستی بود که فیلم مجلس می توانست آن را در فضا پراکنده سازد. شاید چنین چیزی به گونه ای در وجود شخصی جوانک پودزنب پدید آید، البته اگر بتوان چنین چیزی را گفت با کمال پررویی، حالان که ممکن است جوانانی هم وجود داشته باشند بافت پیچیده تری داشته باشند. کاش آقای پودزنب که یقه پیراهنش را بیرون می کشد شنیده بود که آقا و خانم لامل در گوشه درشکه کوچکشان که روی به سوی خانه می رفت در میان صحبتهای کوتاهشان او را پارو می خواندند. سوفرونیا بیداری؟ مگر قرار است خواب باشم حضرت آقا؟ به نظر من بعد از میهمانی آن مردک هیچ بعید نیست. گوش کن چه میخواهم بگویم. همه را به دقت گوش دادم مگه نه؟ پس امشب چه کار میکردم؟ بهت میگویم گوش کن. گوش کن چه میخواهم بگویم. این دختر احمق را از دست نده، او را توی دستت نگهدار، او را خیلی راحت به تور انداخته ای، سعی کن از دستت در نرود. میشنوی؟ میشنوم. من پیشبینی میکنم که از این کار پول در بیاید. افزون بر این میتوانیم او را رام کنیم و سر به راهش گردانیم. میدانی ما به همدیگر مغروزیم. آقای لامل در یادآوری اندکی کوتاه آمد. تنها به این اکتفا کرد که حس تشخیص و گوهر زن را در درون درشکه کوچک از نو تحریک کند، البته در آن هنگام که در گوشه تاریک خود فرو می رفت. فصل 12.
آقای مورتایمر لایتوود و آقای اوجن ریبرن در دفتر کار آقای لایتوود غذای قهوه خانه ای خوردند. آنها اخیراً توافق کرده بودند که با هم به تأسیس شرکتی دست بزنند. بنابراین کلبه خالی را که نزدیک همپتون درست کنار ساحل رودخانه تایمز در فضای سبز با قایق خانه و با تمام وسایل لازم اجاره کرده بودند و قرار شده بود که در تعطیلات طولانی تابستان در رودخانه قایق رانی کنند. تابستان هنوز نیامده بود. بهار بود. بهار لطیف و ملایمی نبود. همانند فصول تامپسون، بهاری زننده با باد شرقی، نظیر فصول جانسون، جکسون، دیکسون، اسمیت و جانز است. این باد هیاهوگر نمی وزید، بلکه درختان را اره می کرد و چون اره کرد، خاکره ها را در گودالهای اره کشی می پیچاند. خیابان ها همه گودال اره کشی بودند، اما استاد اره کش وجود نداشت. هر آبر خود کارگر اره کش بی تجربه‌ای بود که خاکره او را نابینا و خفه می کرد. آن اسکناس مرموزی که وقتی در لندن باد می وزد از این سو به آن سوی می گردید و در هر کوی و برزن می چرخید، از کجا می تواند آمده باشد و به کجا می تواند برود؟ از هر شاخه بوته‌ای می آویزد، لای هر درختی آشیانه می گیرد، بر فراز هر سیم برقی پرواز می کند، در هر چهار دیواری راه می یابد، از هر تلمبه‌ای می نوشد، در هر پنجره‌ای چمباتمه می زند، بر هر ساقه گیاه به خود می لرزد و پشت نرده‌های آهنین بیهوده به استراحت می نشیند. در پاریس که چیزی در آن به هدر نمی رود، با وجودی که شهر گران و زیبا و پرتجملی است، ولی جایی است که مورچه های شگفت‌انگیز انسانی آن در سوراخ ها می لولند و هر خرد ریزی را که می بینند بر می دارند، چون این چیزی دیده نمی شود. در آنجا جز خاک و خاشاک چیز دیگری در هوا نیست. در آنجا چشمان تیزبین و شکمهای پرخور حتی از باد شرق هم بهره می گیرند و چیزی به دست می آورند. باد اره می کرد و خاکره می پیچید. بوته ها دست های بیشمارشان را می پیچادند و می نالیدند که آفتاب برخلاف میلشان وادار کرده که قنچه دهند. برگ های تازه جوان پژمرده می شدند. گنجشک ها از جفتگیری بیموقعشان پشیمان بودند، درست مانند مردها و زنها. رنگ های رنگین کمان به خوبی دیده می شدند، نه در بهار پرگل، بلکه در برابر دیدگان مردمی که آنها را نیش می زد و می آزرد و باد همچنان اره می کرد و خاکره ها می پیچیدند. هنگامی که شبهای بهاری آنقدر نورانی و درازند که به زودی رو به تاریکی نمی نهند، چون این هوایی رایج است. شهری که آقای پودزنپ آن را منباب توضیح لندن، لندر لندن می نامد، زشت‌ترین قیافه خود را نشان می دهد. چون این شهر پر هیاهوی تاریک که حکم خانه پردم و دود و زن قرقرو را دارد، چون این شهر خورنده و ساینده، چون این شهر نومید که در آسمانه کبود آسمانش راهی دیده نمی شود، چون این شهر محدود که باتلاق‌های بزرگ آن را محاصره کردند. به این ترتیب دو همشاگردی قدیم که گمان می کنند باید چنین باشد، پس از صرف شام سوی آتش رفتند تا سیگاری دود کنند. بلایت جوان رفته بود. مستخدم قهوه خانه هم رفته بود. بشقاب ها و دوری ها هم جمع شده بودند. شراب داشت می رفت، اما نه همان مسیر. اوجن که آتش را به هم می زد گفت: صدای باد به اینجا می رسد. کاش که فانوس دریایی را نگه می داشتم. ای کاش نگه می داشتیم. لایتوود پرسید: گمان نمی کنی حوصله من را سر می برد؟ آن هم مثل همه جاهای دیگر. برق نبود که برود.
اما به نظرم تصور احمقانه و شخصی است. لایتوود افزود: مشتری نمی آید. معنیش این نیست که به نظر من فکری خودخواهانه و شخصی است. اوجن ضمن سیگار کشیدن و زل زدن به آتش بخاری گفت: اگر ما بالای صخره‌ای در میان دریای طوفانی بودیم، لیدی تیپینز در دیدار از ما درنگ نمی کرد، یا بهتر بگویم ممکن بود درنگ کند و غرق شود. مردم کسی را به ناشتایی عروس دعوت نمی کنند. سابقه ای هم نبود که کسی انگشت رویش بگذارد، مگر سابقه بادبان کشتی و مسافرت ساده دریایی و روشن نگه داشتن فانوس. تماشای کشتی شکسته هم لذت داشت. لایتوود گفت: اگر اینطور نباشد، زندگی یک نواخت و کسالتبار می شود. اوجن که انگار موضوع را واقعا از جنبه های مختلف کار مورد توجه قرار می داد گفت: من همچنین فکر این را هم کردم، اما در آن یک نواختی محدود و معینی هم وجود دارد و این کار تنها محدود به دو نفر است. حالا این سوال برای من مطرح است مورتایمر، که آیا این یک نواختی دقیقا توصیف شده تا آن اندازه هم محدود است؟ آیا قابل تحمل تر از یک نواختی نامحدود و هم نوع آدمی نیست؟ لایتوود خندید، شراب را رد کرد و اظهار داشت: قایقرانی تابستان خودمان. آن موقع فرصت داریم که به این موضوع بپردازیم. اوجن آه کشان پذیرفت و گفت: به طور ناقص، ولی حتما. امیدوارم ثابت نکنیم که برای هم کسالت آور هستیم. لایتوود حال موضوع اصلی را که به قول معروف مثل بند تنبان همیشه در می رفت قرار بود اصولاً روی آن بحث شود پیش کشید و گفت: حالا بیاییم بر سر موضوع پدر گرامی شما. اوجن پس از نشستن روی صندلی دستدارش تأیید‌آمیز گفت: بله، موضوع پدر گرامی من. البته حق این بود که من با شمع به موضوع پدر گرامی خودم به عنوان موضوعی که به نوری مصنوعی اندکی نیاز دارد می پرداختم. اما در شفق به آن می پردازیم که با درخشش اندک زغال سنگ روشن شده باشد. ضمن حرف زدن آتش را هم به هم می زد و پس از آنکه آن را برافروخت و مشتعل ساخت ادامه داد: پدر بزرگوار من در همین محله آبا و اجدادی برای پسر نچندان محترم خود همسری پیدا کرد، مسلماً با مقداری پول. البته با مبلغی پول، وگرنه آن زن را پیدا نمی کرد. پدر محترم من که اگه اجازه دهید از این پس محض اختصار از میم رفه استفاده کنم، که هم کمی نظامی و ارتشی به نظر میرسد و هم مثل دوک و لینگتون. اوجن، واقعا تو چه آدم بدجنسی هستی؟ اصلا اینطور نیست، مطمئن باش. میم رفه که همیشه بر حسب عادت به قول خودش شیوه زندگی آتی فرزندانش را قبلن، یعنی درست از بد و تولد هر یک از آنها و گاه حتی پیش از تولد تعیین می کرد، روی همین اصل برای من هم معین کرد که وکیل دعاوی بشوم که شدم، و یک مرد متأهل که البته هنوز نشدم. شق اول رو اغلب برایم تعریف کرده ای؟ شق اول رو اول برایت تعریف کردم؟ من که خودم رو آنچنان که باید و شاید سزاوار این مقام والای قضایی نمی دانم. تا حالا به سرنوشت زناشویی خودم پشت پا زدم. تو میم رفه را خوب می شناسی، ولی به خوبی من نمی شناسی. اگر تو او را مثل من می شناختی، تو را سرگرم می کرد. اوجن، فرزندوار حرف زدی؟ کاملاً، باور کن. و با احساسی آکنده از حرمت خالصانه که به میم رفه دارم، اگر او مرا سرگرم می کرد، کمکی از دست من ساخته نبود. وقتی برادر بزرگم به دنیا آمد، البته بقیه ایمان می دانستیم. مقصودم این است که بقیه ایمان اگر آن زمان زنده بودیم، حتما می دانستیم که او وارث مشکلات خانوادگی ما خواهد بود،
ولی وقتی که برادر دوم داشت کم کم به دنیا می آمد، میمرفه گفته بود این یکی ستون کوچک کلیساست و او به دنیا آمد و از ستون کلیسا شد، ستونی متزلزل. برادر سومم هم پدیدار شد، البته پیش از نامزدی با مادرم. اما میمرفه که اصلا تعجب نکرده بود بیدرنگ اعلام کرد سیاح دریایی با اردنگی به نیروی دریایی پیوست، ولی نه عنوان دریانورد جهانگرد. آمدن را هم خودم اعلام کردم که سرانجامی بسیار عالی که معرف حضورتان است بر من تحمیل شد. برادر بزرگم درست نیم ساعت از تولدش گذشته بود که میمرفه با اعتقاد گفت که این پسر از نبوغ صنعتی خاصی برخوردار است. از این نظر است که من میگویم میمرفه مایه سرگرمی من است. اوجن، با آن خانم تماس داشتی یا نه؟ در اینجا میمرفه دیگر سرگرم کننده نیست، برای اینکه من با تماس با آن خانم مخالف بودم. میشناسیش؟ اصلا. بهتر نبود او را میدیدی؟ مورتایمر عزیز، تو با اخلاق من آشنا هستی، مگر من با حق انتخاب پس از دیدن میتوانستم آنجا بروم و آن زن را ببینم؟ او هم مثل من بود، گوش به فرمان و خواسته ها و قرار و مدارهای میمرفه. با کمال خوشبختی به استثنای ازدواج میتوانستم به این کار تن دهم. دیری نگذشت که حوصله‌ام سر رفت. مثل همیشه ناچارن.